بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. صادق خان، شهردار مسلمان لندن، موفق شد با کسب نزدیک به 44% آرا برای سومین دوره پیاپی در شهرداری پایتخت بریتانیا باقی بماند. سوزان هال از حزب محافظه‌کار و رقیب اصلی او 33% آرا را از آن خود کرد. صادق خان که تبار پاکستانی دارد، از سال 2016 به عنوان نخستین شهردار لندن انتخاب شد. وی فرزند یک راننده اتوبوس و یک خیاط پاکستانی است که در یک آپارتمان سه‌خوابه با 7 خواهر و برادر در جنوب لندن بزرگ شد. صادق خان که تحصیل کرده ی رشته حقوق است، پیش از این وکیل حقوق بشر، نماینده پارلمان و وزیر امور جوامع بوده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل به طرف‌های درگیر در سودان هشدار داد که اگر اجازه ندهند کمک‌های بشردوستانه وارد مناطق درگیر شود. خطر جدی گرسنگی در یک قدمی و خطر جدی گرسنگی در یک قدمی مردم است. به گفته لنی کینزلی، سخنگوی برنامه جهانی غذا، 1,700,000 نفر در دسامبر گذشته در دارفور در سطح اضطراری گرسنگی بودند و شمار آنان اکنون افزون‌تر شده است. به تأکید کرد، غیر نظامیان نمی‌توانند از آتش جنگ فرار کنند و امکان امداد رسانی به آنها از کشورهای دیگر همچون چاد وجود ندارد. سازمان ملل تخمین می‌زند حدود 18 میلیون سودانی در سطح اضطراری گرسنگی قرار دارند که دو برابر رقم سال گذشته است. آن روا هشدار داد که در نتیجه حملات مداوم اسرائیل به نوار غزه، کودکان با سطوح ویرانگر آسیب روانی از جمله استرس مواجه شدند. آژانس امداد رسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک، آن روا طی گزارشی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که در نتیجه حملات مداوم اسرائیل به نوار غزه، سطوح ویرانگر آسیب روانی از جمله استرس به کودکان در نوار غزه وارد شده است. تیم آن روا در تلاش است تأثیرات وحشتناک جنگ را بر کودکان و نوجوانان کاهش دهد. این نهاد تأکید کرد مشاوران در تلاشند امید و آسایش را برای کودکان غزه فراهم کنند. گروه بشردوستانه ایتالیا اورژانس اعلام کرده که 87 نفر از جمله زنان و کودکان را در دریای مدیترانه در سواحل لیبی نجات داده است. قایق این مهاجران از زاویه در شمال غربی لیبی راه افتاده است. گروه اورژانس پس از رهگیری قایق متوجه شد که تعداد سرنشینان آن بیش از حد مجاز است و آب و آذوقه آنها تمام شده است. این مؤسسه خیریه اعلام کرد که 8 زن از جمله یک زن باردار به همراه 3 کودک و 14 کودک بدون همراه از مسافران این قایق نجات یافتند. 87 نفر نجات یافته اهل سودان، نیجریه، نیجر، سودان جنوبی، اریتره، بنگلادش، مالی و ساحل آج هستند.